مبارزه علیه نجات پرستی از چند نگاه با امیر اعتمادی، فعال سیاسی از فرشکد، مینا خانی، نویسنده و تحلیلگر مسائل زنان و آوا هما نویسنده. از هر سه شما سپاسگزارم که این فرصت رو ما دادین. آقای اعتمادی، اولین بار هست که در برنامه رادیو پیام شرکت میکنید، بهتون خوش آمد میگم و اجازه بدید بحث رو با شما شروع بکنیم. بحث مبارزه علیه نجات پرستی جهانگیر شده، سراسری شده، آغازش هم شاید به این شکل و به این وسعت از مرگ جورج فلوید بود که در آمریکا اتفاق افتاد و یک مبارزه و یک اعتراضات وسیعی در سراسر آمریکا و بعد در اروپا، شمال آمریکا، استرالیا و غیره صورت گرفت با این مضمون که جان سیاه‌پوستان ارزشمند هستش. دیدگاه شما رو خواستم نسبت به این موضوع بدونم و بعد بحث رو شروع کنیم. بفرمایید. سپاس از دعوت شما. ببینید، مسئله مبارزه با نجات پرستی که خب چیز تازه‌ای نیست، این سابقه داره در همین آمریکا، حداقل سابقه از دهه 60 میلادی به این سو. خب این مبارزه وارد فاز مهمتری شد، به موفقیت‌های رسید و خب تغییرات بنیادینی داشته، تونسته و بر جای بگذاره این مبارزه. به هر حال در آمریکا امروز ما نجات پرستی قانونی یا سیستماتیک یا نهادی نداریم. اینجا کشوریه که همه شهروندان در برابر قانون برابرند و کشوریه که دو دوره رئیس جمهور سیاه داشته، با رأی بالا، مخصوصا در دوره اول انتخاب شده، در دوره دوم انتخاب شده، در بالاترین سطح وزیر خارجه این کشور سیاه بوده، دوره قبل در دولت آقای اوباما مشاور امنیت ملی سیاه بوده، همین الان شهرهای بزرگ امریکا سیاه هستند، رؤسای پلیس سیاه هستند و به اون صورت من نمیتونم بگم این در امریکا ما نجات پرستی به اون شکل نمیدونم. طبعا مثل هر جای دیگه دنیا شما میتونید نجات پرست در بین مردم ببینید، توی افراد هستن، ولی اون چیزی که الان این اعتراضات رو به نظرم پررنگ کرده بیشتر از این که مسئله نجات پرستی باشه، بخشش مسئله سیاسی. یعنی به هر حال اون اتفاقی که برای آقای جورج فلوید افتاد خیلی تأثیر برانگیز بود، خیلی منقلب کننده بود، بخشی از جامعه رو خیلی منقلب کرد، همه جامعه رو منقلب کرد، بخشی رو به حدی منقلب کرد که به خیابونا اومدن. ولی بعد من فکر میکنم از یک جایی به بعد دیگه این اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت، مسئله نجات پرستی ممکنه یک فرصتی شده باشه یا بهانه‌ای شده باشه برای اینکه اون انگیزه‌های سیاسی رو نشون بدن. سال آخر به هر حال دولت آقای ترامپ هست، سال انتخابات، کمپین‌های انتخاباتی خیلی استفاده دارن میکنن از این موضوع و تصور میکنم که این انگیزه‌های سیاسی هم تا حد زیادیش در واقع هدفش پایین کشیدن دولت آقای ترامپ و حزب دموکرات داره بیشترین استفاده رو میکنه. شما میبینید دیگه، مثلا اگر صرفا مسئله نجات پرستی بود، خب در این کشور در همین اعتراضاتی که در دو سه هفته گذشته اتفاق افتاده، در حاشیه‌اش ما اتفاقاتی رو دیدیم که اتفاقا زیر سوال میبره اون مسئله اعتراض به نجات پرستی رو. مثلا بخوام مثال بزنم، دو تا پلیس در همین اعتراضات که از یه جای به بعد خب این اعتراض مسالمت‌آمیز تبدیل شد به شورش‌های خشونت‌آمیز، به غارت، به تخریب مثلا مغازه‌ها، غارت فروشگاه‌ها، چه فروشگاه‌های بزرگ، چه فروشگاه‌های خرد و کسب و کارهای کوچیک. در جریان این اتفاق غارت‌ها و شورش‌ها دو تا پلیس سیاه‌پوست کشته شدن و شما اعتراضی از جانب اینایی که معترض به نجات پرستی هستن نسبت به کشته شدن اون دو پلیس ندیدید. یا مثلا خیلی از کسایی که مغازه‌هاشون غارت می‌شد خودشون جزء اون کامیونیتی سیاهان بودن و کسانی که مثلا یه فروشگاه کوچیکی داشتن، مغازه‌ای داشتن و به مغازه‌هاشون حمله شد، تخریب شد. خیلی از مهاجری مثلا مورد هدف قرار گرفتن در جریان غارت‌ها، از جمله مثلا در لس آنجلس کالیفرنیا ما دیدیم که مهاجران ایرانی فروشگاهشون غارت شد. بخشی از این اعتراضات رو من میپذیرم که مسئله‌اش نجات پرستی، ولی عمدش رو فکر می‌کنم مسائل سیاسی درگیره و نجات پرستی
بله، یک توضیح از شما بگیرم آقای اعتمادی و ممنون برای توضیحتون و بگذاریم. وقتی که تفکیک میکنید مسئله سیاسی و نجات پرستی رو، بعد این نجات پرستی تو چه چارچوبی قرار میگیره؟ اگر سیاسی، آیا اون ترجمه میگید که یه بخشش نجات پرستی بخشش سیاسیه، بعد این نجات پرستی آیا در قالب سیاست قرار نمیگیره، یا این چه کاتگوری قالبی رو شما برای نجات پرستی میبینید؟ نه، نجات پرستی در قالب سیاست قرار نمیگیره. ببینید، اون شهر مثلا مینیاپولیس یا ایالت مینوسوتا ایالتیه که شهردارش، یعنی در واقع ایالتی فرماندارش یک فرماندار دموکراته. شهردار اون شهر مینیاپولیس یک شهردار دموکراته. دادستان کلش آقای کیتالیسن یک سیاه مسلمانه، اولین نماینده مسلمان کنگره آمریکا بوده، الان شده دادستان کل اون ایالت. رئیس پلیسش یک سیاهه. بنابراین شما نمیتونید این رو مثلا بگید یک حزب در آمریکا نجات پرسته و یک حزب نمیدونم نه ضد نجات پرستیه. اینطوری نیستش. بله. خیلی از کسانی که در تاریخ امریکا نجات پرست بودن، در تاریخ امریکا مثلا به دموکرات بودن اساسا، مثلا این یک مسئله تاریخیه. من برای همین میخوام بگم این مسئله سیاسی رو وقتی میگم یعنی که یک مسئله دعوای انتخاباتی حزبیه، اما مسئله نجات پرستی نه، بیرون از این مسئله. بله، متشکرم توضیحتون. خانم هما، شما آیا فکر میکنید در آمریکا ما نژاد پرستی سیستماتیک نداریم؟ من یه توضیح اینجا بدم که تو شاید برای مخاطبینم بهتر روشنتر بشه. ما در آمریکا، در کانادا چند روز پیش رئیس پلیس سلطنتی در یه مصاحبه اومد همین رو گفت، ما نژاد پرستی سیستماتیک نداریم. شب اون روز یک ویدئویی رو نشون دادن که پلیس یک چیف ایندیجنس یا بومیهای کانادا رو میزد، که بعد دوباره اومدن تصحیح کردن که چرا ما سیستماتیک داریم، بعد روش کار بکنیم. آیا فکر میکنید شما هم که در آمریکا هم چیزی نیست، سیستماتیک نیست و یک بیشتر بازیهای انتخاباتی است که از این موضوع دارن سوء استفاده میکنن؟ من یه چند تا فکت رو، واقعیت رو از آمارها رو میگم و شما با توجه به این آمارها به من بگید که آیا این نژادپرستی سیستماتیک هست یا نیست. طبق قانون بله، همه شهروندان در برابر قانون برابرن. پس چطوریه که تعداد کسایی که توسط پلیس کشته میشن تعداد سیاها دو برابر و نیم سفید است؟ توی خود ایالت مینیاپولیس که جورج فلوید از اونجا کشته شد، تعداد سیاهایی که کشته میشن 7 برابر توسط پلیس، 7 برابر تعداد سفید است. خب ببینید، و اینکه از هر 1000 مرد سیاه پوست در آمریکا یکیشون توسط پلیس کشته میشه. این آمار خیلی وحشتناکه. در ضمن تاریخ رو نمیشه مد نظر نگرفت. کشوری که ثروتش رو از بردهداری اندوخته و روی زمین سرخ پوست ها زندگیش رو اومده ساخته، چطور میتونیم بگی توش سیاه پوستی، ببخشید، نژاد پرستی سیستماتیک نیست؟ همین الان خیلی از پایگاه های نظامی توی آمریکا، خیلی از مجسمه هایی که توی آمریکا برگزارن، مال کسایی که سلیو اونر بودن، بردهدار بودن، کسایی بودن که طرفدار قانون های بردهداری بودن. قضیه نژاد پرستی یک تاریخ خیلی طولانی و خونین و وحشتناک داره و هرچند اومدن به ظاهر و توی کلام و توی قانون یک سری چیزها رو عوض کردن، دلیل نمیشه که واقعیت زندگی افرادی که تحت ستم بودن توی سالهای گوناگون به صورت دراماتیک و جدی تغییر کرده باشه. و اینکه مثلا فرض کنید یک سیاه پوست حالا رئیس پلیس هست، این الزاماً، ببینید، خود سیاه پوست بودن و کلا خود قربانی تبعیض بودن الزاماً یک آدم رو طرفدار برابری نمی کنه. میدونید، یعنی شما ممکنه که خودت مثلا فرض کنید خیلی از ایرانی ها قربانی تبعیض‌ها و افکار ضد مسلمانی و ضد خاورمیانه اینا هستن. این دلیل نمیشه که ایرانی از خواب بیدار شده باشن به خودشون نژاد پرست نباشن. متاسفانه خیلی هاشون چنان نژاد پرستی رو درونی کردن که همچنان طرفدار نژاد پرستی هستن. به خاطر همین نمیشه این رو گفت که یک کسی، مثلا یک زنی به صرف زن بودن الزاماً مخالف نابرابری جنسیتی، یک سیاهی به صرف سیاه بودن الزاماً مخالف تبعیض‌های نژادی و غیر و غیر است. به سوالتون برگردم،
برگردن، بله 100% مسئله تبعیض توی این کشور همونطور که خیلی از نویسنده‌های خیلی خوب آمریکایی اینو بیان کردن ریشه های تاریخی زیادی داره و همین الان هم متاسفانه حل نشده. اتفاقا خیلی امکان داره حتی بعد از این تظاهرات خیلی از مشکلات همچنان حل نشده باقی بمونه و به وضعیت خودش ادامه بده. خانم خانی، این تظاهرات در اروپا هم وسعت پیدا کرد. خانم هما اشاره داشتن به این قضیه که مجسمه ها، البته من این رو باز بر میگردم چون به هر حال این موضوع سرنگونی مجسمه ها در همه جا در واقع یک حالت فراگیر شده، ولی ما در اروپا هم شاهد هستیم که این قضیه اتفاق افتاده و مسئله همین جنبش جان سیاهان ارزشمند هستش رو ما میبینیم. چه ارتباطی رو شما میبینید در این دو جنبش و چه زمینه‌ای باعث شد که مرگ یک فرد در یک نقطه از آمریکا این چنین همه‌گیر شد؟ ببینید، خب همونطور که خانم هما هم اشاره کردن تو صحبتاشون، تاریخ خیلی نژادپرستی در کشورهای، حالا بخوایم یه مقدار کلی‌تر بگیم از ایالات متحده بیایم بیرون، در تاریخ در واقع کشورهای شمال میشه گفت که اروپای حالا غربی و آمریکای شمالی رو بیشتر شامل میشن، یه تاریخ بسیار بسیار طولانیه و نجات پرستی تو این کشورها یک ایدئولوژیه که یک ایدئولوژی تاریخمنده، یعنی تاریخ کلونیالیسم رو، تاریخ بردهداری رو آدم باش تداعی میکنه و این به دلیل این طولانی بودن این تاریخ در واقع یه چیز رو نهادینه کرده. و ما وقتی که از نجات پرستی ساختاری صحبت میکنیم، خیلی اوقات دقیقا پاسخی که داده میشه اینه که خب از قانون برداشته شده. اولا که یه چیزی که باید حتما بهش اشاره بشه اینه که این قوانین هنوز به شکل تاریخی که بخوای تو پروسه تاریخی نگاهشون بکنی، این تغییر قوانین خیلی جدید هستن. یعنی توی تاریخ هزار سال که نگاه میکنی، این تغییر قوانین مال سده اخیر هستن. خود آقای اعتمادی توی صحبتاشون بود که مثلا جنبش دهه 60 تاثیراتی گذاشتن توی این زمینه ها. یعنی میخوام بگم که این تاریخمندی از یک سو و این تازگی تغییر قوانین از سوی دیگه باعث میشه که در واقع ما وقتی در مورد نژاد پرستی ساختاری صحبت میکنیم باید دقیق صحبت بکنیم. اولا آمارها و اعداد چیز دیگه ای دارن به ما نشون میدن. دوما مسئله فقط مسئله صورت بندی در قانون نیست، بلکه مسئله تقسیم منابع و ثروت هست و اینکه این ایدئولوژی که در واقع ساختارمنده، تاریخمنده، این چجوری تاثیر میذاره. و اتفاقا یکی از چیزهایی که توی بحث ساختارمندی تو همین اروپا، تو این آلمان که من دارم زندگی میکنم مطرحه، بحث در واقع خود نهاد پلیسه، که در واقع نهاد پلیس اتفاقا چجوری نژاد پرستی رو به شکل ساختارمندش داره بروز میده، حالا چه در نحوه سرکوب و کشتار، چه در بررسی پرونده های مربوط به نژاد پرستی. مثلا ما تو آلمان پرونده های غیر شفاف نژاد پرستی داریم. حالا میخوام الان برگردم به بحث اروپا و مشخصا آلمان. در آلمان در دهه گذشته، توی 10 سال گذشته، ما با قتلای در واقع به معروف به قطعه NSU مواجه بودیم که NSU گروه زیرزمینی نژادپرستانه بود که افراد رو فقط بر اساس خواص ظاهری مثلا خارجیشون، غیر آلمانیشون، غیر سفیدشون، به صورت رندوم میکشت. و اولا این سالها طول کشید، پلیس اول نسبت قطعهای کبابی رو به اینا داد، چون اینا خیلی هاشون ترک یا کرد بودن، کشته میشدن. دو، اصلا قبول نمیکرد که ممکنه این ربطی به نژادپرستی داشته باشه. سه، قبول نمیکرد که این قطعها میتونن به هم مربوط باشن. و به این ترتیب این سالها و سالها طول کشید. خانواده های این آدم ها سالها و سالها بازجویی می شدن، گشته می شد. اولین زنی که می رفت برای این قتلا در واقع این بود که آیا مافیای خودشون در واقع پولشویی در کار بوده. این ذهنیت و این نوع نگاه و این نوع کار پلیسی الان سالهاست که در آلمان داره توسط خود
در واقع مثلا رسانه های آلمان، دگراندیشان آلمان نقد میشه به عنوان مثلا آلمان که یک کشوری که تاریخ بسیار بسیار وحشتناک نژاد پرستی توش وجود داشته و این مبارزه با نژاد پرستی هم به هر حال پس از جنگ جهانی دوم مبارزه با وجود این که یه سری میراث ها داشته اما مبارزه نوپایی هستش، چرا دقت نمیکنه به این مسئله و چرا انقدر تدافعش میده؟ به نظر من یک چیزی که خیلی پیوند داد این مسئله در واقع نژاد پرستی در یا مبارزات یا این اعتراضات ضد نژاد پرستی در آمریکا رو به مسئله در اروپا، یکی تاریخ مشترک قدیمی شونه و یکی این نوع مواجهه جدید. قانون در قانون اکثر کشورهای اروپایی هم نژاد پرستی به عنوان جو حالا غیر قانونی به هر حال شما اجازه نداری نژاد پرستی رو اعمال بکنی، اما مثلا بحثایی هست تو همین آلمان دارن کسانی که مبارزه میکنن علیه نژادپرستی مطالبات مشخصی دارن، یعنی مثلا میگن که شما باید قوانین حمایتی بذارین در مورد افرادی که مورد نژادپرستی قرار میگیرن به صورت رندوم یا به صورت اجتماعی یا به صورت ساختاری. به خاطر این من فکر میکنم این تاریخ مشترک و این اتفاقات مشترک، مثلا ما چند ماه پیش داشتیم که یه نژادپرستی رفت توی شیشه بارها در آلمان چند نفر غیر آلمانی رو کشت، اینا یعنی این موازات ها، این چیزهای شبیه به هم باعث میشه که در واقع به سرعت افرادی که اینجا هم هستن، جامعه اینجا هم نسبت به این مسئله واکنششون بده. دو اینه که به هر حال یه گردش آزاد اطلاعات و یه دموکراسی در واقع به هر حال نسبی در اینجاها وجود داره و این باعث میشه که شما هم بتونی آگاهی رسانی بکنی هم بتونی که در واقع سازماندهی بکنی این اعتراض. بله متشکرم. آقای اعتمادی، بحث بر سر این هستش که این مبارزات در واقعیت هستش دیگه، ما در سطح جهانی داریم این رو میبینیم. ما در اگر تاریخا نگاه بکنیم در آمریکا، در اروپا، در کانادا دیدیم که خیلی ها به شکل نجات پرستانه حتی با کامیون رفتن رو مردم یا مردم رو به رگبار بستن، ولی ما اتفاقات یعنی یک جنبش جهانی رو پشتش ندیدیم. جورج فلوید رو خیلی ها گفتن که این یک هنر پیشه پرن بوده و الان هم شما میگید که این به هر حال دستاورد یک جنبش، یک مبارزه انتخاباتیه، به یک نوعی دموکرات ها درش نقش دارن. خب من دو تا سوال اینجا جلوی شما بگذارم. اگر دموکرات ها واقعا توانمندی این رو دارن که یک جنبش سراسری جهانی رو سازماندهی بکنن، چرا بازنده ترامپ شدن در انتخابات؟ و اینکه وقت ما چه تفاوتی بین جورج فلوید که یک هنرپیشه پرم، از من این رو دارم نقل به قول میکنم به این معنی نیست که من قبول دارم یا نه، ولی این چیزی که اومده که یک هنرپیشه پرم مثلا باعث یک جرقه میشه که در سطح جهانی ما اعتراضات اینچنین رو ببینیم. ببینیم، من اول یک نکته رو بگم. وقتی که به آمارها ارجاع داده میشه در این نوع مصاحبه ها، به نظرم این آمارها بیشتر استفاده ژورنالیستی و سیاسی داره، یعنی اینکه شما نمیتونید یک گوشه از یک آمار رو بکشی بیرون بعد بگی بله مثلا سیاها بیشتر کشته میشن، 2.5 برابر برنس و جمعیتشون کشته میشن. اون سوی دیگه ماجرا اینه که آیا باید ببینیم کسانی که اینها رو میکشن همه سیاه هستن، همه در واقع سفیدپوست‌ها هستن که دارن سیاه‌ها رو میکشن، یعنی ماموران پلیس سفیدپوست دارن سیاه‌ها رو میکشن، یا نه این آماری که هست آمار کلیه و سیاه‌ها هم دارن سیاه‌ها رو میکشن، یا برعکس چه تعداد پلیس به دست اون مجرمینی که حالا یا سیاه هستن یا غیر سیاه هستن کشته میشن. همه اینها رو که تحلیل بکنید نتایج متفاوتی میگید با این نتیجه که یهو بگید بله پلیس نجات پرست در آمریکا یا در آمریکا نجات پرستی به این شکل هستش. آمارها رو اگر کنار هم بگذارید میبینید که اینجوری هیچ نتیجه کلی نمیشه گرفت. در آمریکا همین در همین شهر مینیاپولیس مثلا چند سال قبل یک مورد خیلی مشهورتری هستش، آقای جاستین داموند یا دیموند، این آقا سفیدپوست بوده، یک افسر پلیسی به اسم آقای محمد نور که طبعا مهاجر بوده و رنگین پوست بوده او رو میکشه و نمیبینید که مثلا چنین سر و صدایی بشه یا چنین اعتراضی بشه. برای نمونه مثلا در مورد جورج فلوید، اون افسری که این کارو کرد بعد 3 روز خیلی در زمان خیلی سریع بازداشت شد، پروندهش
وارد محله قضایی شد، ولی در مورد همون آقای محمد نور که جاستین دیمون رو کش، این مسئله 8 ماه طول کشید. موارد دیگه هم هستش، مثلا دارم میگم در شهر شیکاگو شما نگاه بکنید، یه هفته در همین روزهای منتهی به قتل جورج فلوید، در همین شیکاگو 80 آفریقایی تبار مورد اصابت گوله قرار گرفتن در هفته قبلش، چون شهریه که به حال جرم جنایتش زیاد میشه، و 21 نفرشون هم جونشون رو از دست دادن. حالا نکته چیه؟ همه تیراندازان به این آفریقایی تبار خودشون آفریقایی تبار بودن. برای همین میگم وقتی از آمار صحبت میکنیم، خیلی خیلی این کار به نظر من کار یک مصاحبه یک ساعته نیست، باید نشست دو تا آدمی که روی مسائل تحقیق کردن، خوب درآوردن، آمار منصفانه دادن، منبعشون یک جریان رسانه‌ای نیست، اینها رو بشن با هم تحلیل بکنم. من برای همین نمیخواستم واقعا این عدد آمار هم بگم، برای اینکه جاش میگم اینجور مصاحبه ها نیست، چون اشاره شد به آمار، من این مثال گفتم که بگم جای استفاده از آمار به این شکل، آمار خیلی باید با دقت بیشتری لحاظ بشه. اما در مورد سوال شما، ببینید این که آقای ترامپ انتخابات رو قبلا برده و چرا دموکرات‌ها با این جریان عظیم رسانه‌ای و مالی که دارن نتونستن جلوش رو بگیرن، اتفاقا خودش یک مهمترین دلیلیه که الان دوباره دارن این تلاش‌ها رو میکنن. دلیلش اینه که جامعه آمریکا برخلاف همه اون چیزی که شما از رسانه‌های جریان اصلی میشنوید، از سی ان ان میشنوید، نیویورک تایمز میشنوید، واشنگتن پست میشنوید، ام اس ان بی سی میشنوید، سی بی اس میشنوید، رسانه‌هایی که در اروپا هستن، گاردین میشنوید، یا درست رسانه‌های شبیه این بی بی سی میشنوید، جامعه آمریکا به شدت نسبت به مسئله اون استبلیشمنت، اون کسانی که از هر دو حزب سالها در رأس قدرت هستند، بدبینه. یعنی کسانی که سالها، یعنی این دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، مثلا دهه هاست که قدرت بین اینا دست به دست میشه، ولی افرادی که در واقع اون استبلیشن، اون بیس سیاسی این دو حزب هستند، تغییر نکردن. این سال به ندرت آدم های مثل ریگان اومدن خارج، از خارج حزب اومدن و تونستن محبوبیت کسب بکنن. برای همین هم شما چه در حزب جمهوری خواه چه در حزب دموکرات، وقتی که کسایی از خارج حزب میان، مثل آقای برنی سندرز که به هر حال خیلی به اون استبلیشمنت حزب دموکرات، درسته که سالها به هر حال متحد دموکرات ها بود، حالا چه به عنوان سناتور مستقل چه به عنوان عضوی از حزب دموکرات، ولی او رو به هر حال عضوی از استبلیشمنت نمیبینم. و برای همین جوانهای مثلا اون پروگرسی جریان چپ خیلی به او اقبال نشون دادن، چه در سال 2016 چه در سال همین انتخابات اخیر. در حزب جمهوری خواهم همینه. آقای ترامپ یک آدمی نیست که بگید که از داخل حزب جمهوری خواهم اومده، یک کسی که از خارج حزب اومده، برخلاف همه اون تبلیغاتی که چه در داخل حزب جمهوری خواه شد، چه بعدتر کل رسانه‌های جریان اصلی، اون جریان اصلی سیاسی علیه او به کار گرفت، او تونست اقبال عمومی رو جلب بکنه. یک دلیلش اینه که به هر حال نحوه نگاهش به مسائل سیاسی فرق میکنه، به اصطلاح اون پولیتیکال کورکتنسی که در دو حزب سالها وجود داشته رو زیر پا گذاشته، کنار گذاشته، به اصطلاح این که مسائل رو خیلی عیان و آشکار حرف میزنه، به خاطر مقاصد سیاسی خودش رو سانسور نمیکنه و جامعه امریکا این رو دوست داره. این که حزب دموکرات میتونه جنبشی به این سراسری، حالا حتی جهانی را بندازه، تناقضی با این نداره که در نهایت در انتخابات به آقای ترامپ ببازه. به هر حال نیمی از جامعه امریکا مخالف آقای ترامپ هستن، نیمی از جامعه امریکا موافق او هستن، اختلاف بر سر چند میلیونی هستش که در اون ایالت‌های محل دعوا میان تعیین میکنن که کی رئیس جمهور میشه. وگرنه از الان همه میدونن که در ایالت کالیفرنیا یا در ایالت واشنگتن استیت که سیاتل الان این روزا موضوع اخبار هستش، یا در نیویورک، یا در خیلی از این ایالت‌ها که به هر حال الان اعتراض‌ها هست، اینا ایالت دموکراتن، همه میدونن که در این ایالت‌ها آقای ترامپ می‌بازه، آقای بایدن برنده. یا برعکس در یه سری ایالت‌هایی که جنوبی هستن یا مال جنوب و مرکز هستن، مثل تگزاس یا جای شبیه اون، همه میدونن که خب آقای ترامپ برنده است. مسئله اون ایالت‌هاییه که مشخص نیست، انتخابات 2016 اونجا تعیین کرد.
برای همین شما میتونید بگید که بله حزب دموکرات سرمایه زیادی دارن، پشتیبان مالی دارن، کسانی هستن که به هر حال در سازماندهی اعتراضات قوی هستن. خب چرا مرگ جورج فلوید این بله خب سال انتخابات میتونست هر اتفاق دیگه ای باشه. مرگ جورج فلوید سوژه خوبی بوده برای اینکه یک بخش، گفتم یک بخش مهمی از بزرگ از جامعه رو منقلب کرده و جامعه آمریکا به هر کشوری که آزاده با اعتراضات کسی مشکل نداره. شما همین الان در نظرسنجی ها میبینید که مثلا 60% حد از هر دو حزب مردم میگن که از اعتراضات شدن بیشتر حمایت میکنن، اما همین عدد وقتی که باشون ازشون میپرسن نظر شما در مورد اون غارتگرا یا استفاده از ارتش یا گارد ملی برای مقابله با اونایی که غارت میکنن دنبال آنارشی و هرج و مرج و برهم زدن قانون هستن با اونا چیه، باز نه بالای 60% میگن موافق هستن. یا همین مسئله سیاتل که الان اتفاق افتاده، بخش مهمی از جامعه آمریکا با این مخالفه، میگه که اونا میخوان اعتراض بکنن اما حق ندارن که یه کاری بکنن که مثلا در یک منطقه‌ای که اینها الان اون زونی که درست کردن اسمشو گذاشتن منطقه خود مختار کپیتال هیل توی سیاتل، اینها عملا یه منطقه 6 تا بلاک رو تسخیر کردن و پلیس میگه که ما نمیتونیم اونجا جرم و جنایت اتفاق میفته نمیتونیم نیروهامون رو بفرستیم اونجا. وقتی که اتفاق اورژانسی میفته زنگ میزنن به اورژانس که بره بعد پاسخ بده مثلا به کسی که حالش بد شده، زمانی که قراره به اونجا برسه از 5 دقیقه رسیده به 18 دقیقه. خب مردم این چیزا رو میبینن با اینها موافق نیستن، این رو در واقع قانون شکنی میدونن که حقوق خودشون رو نقض میکنه. در این حال مردم از اعتراض حمایت میکنن ولی خواهان نظم و قانون با هم هستن، یعنی حق آزادی بیان، حق اعتراض که متمم اول قانون اساسی آمریکاست برقرار باشه، در مقابلش نظم هم برقرار باشه، فروشگاه‌ها دزدیده غارت نشه، تخریب نشه، حالت خشونتی نباشه که به زندگی مردم عادی که دارن توی کشور زندگی میکنن، سیاه باشن، سفید باشن، هیسپانیک باشن، مهاجر خاورمیانه‌ای باشن، به همه‌شون آسیب میزنه، با اون مخالفه. بله متشکرم خانم هما. یکی از گزارشاتی که من داشتم دنبال میکردم چند روز اخیر مسئله تحصیل و ایژوکیشن در شمال آمریکا بود و بحث بر این بود که اصولا مطالب تدریسی به نفع سیاهان نیست و به یکی از به هر حال میگفتم قهرمانایی که در تاریخ هستش اینها قهرمانایی هستن که عملا با نژاد پرستی شکل گرفتن. شما در صحبتاتون هم مجسمه کریستوف کولوم اشاره کردین، یکی از شخصیت هایی که حداقل ما تو دورای تحصیلمون هم به عنوان یک کشورگشا و یک فردی که به هر حال تونسته دنیای متمدنی رو ایجاد بکنه یا آغازگرش باشه بوده. تا چقدر فکر میکنید مسئله تحصیل، مسئله حقوق اجتماعی، مسئله روابط اجتماعی برابر هستش برای رنگین پوستان و سفید پوستان؟ بله سوال خوبیه. این برمیگرده به همون قضیه تقسیم منابع که خانم خانی هم بهش اشاره کردن که تا چه حدی امکانات برابر در اختیار گروه‌های مختلف توی آمریکا قرار میگیره، با وجود اینکه توی قانونش چیزی نیست که مستقیما بگه در حال حاضر که شما نباید به یه گروه خاصی منابع رو در اختیارشون بذارید. ببینید قضیه ایژوکیشن خب خیلی چیزا رو عوض میکنه. الان شما نگاه کنید مثلا به کسایی که کیا بودن طرفدار ترامپ رای دادن، میبینید که خیلی از کسایی مخصوصا زنایی که تحصیلات کالج به بالا داشتن جز کسایی نبودن که به این قضیه به این نابرابری رای دادن. برمیگردیم به سر قضیه مجسمه. ببینید اینکه مجسمه رو بکشتن پایین یا نه به نظر من یه چیز نمادین و یه چیز خیلی گذراست. سوالی که برای من مطرحه اینه که الان مردم توی این شرایط چطور دارن به این اتفاقایی که دارن میافتن اکثر من نشون میدن. میشه به طور کلی گفتش که سه گروه هستن. یکی کسایی که به گفتمان سرزنش قربانی میپردازن که اینا که معترض نیستن، اینا خشونت به وجود آوردن و مغازه رو شکستن، در صورتی که توی تمام ویدیویی که الان ما داریم میبینیم خشونت از طرف پلیس رو هم میبینیم. پلیس آمریکا رو میبینیم میاد یه معترض سیاه رو میکشه، چنان
مثلا پپر اسپری بهشون میندازه انگار که مثلا داره سانسکرین روشن میندازه. و همونطور خشونت رو از طرف کسایی هم میبینیم که رفتن مغازا رو شکستن، مکانهای عمومی رو خراب میکردن، و باز ما دیدیم که خود معترضان اومدن تخریبگرا رو دست پلیس دادن. خب و اینکه علارغم اینها بیایم قاطی بکنیم قضیه اعتراض و قضیه خشونت و دزدی رو و همه رو توی یک کاسه بذاریم، خیلی دید محدودی به قضیه. چون واقعا سوال اینه که اگر که تغییرات اساسی توی جامعه داده بشه و برابری بیشتر بشه و نژاد پرستی کمتر باشه، در واقع کی بیشتر از این بهره میبره؟ خیلی جالبه که American Academy of Pediatrics، American Medical Association، American College of Physicians همشون برگشتن گفتن قضیه نژاد پرستی یه قضیه که روی public health، روی health عمومی تأثیر داره. درسته در نهایت کسانی که جسمن کشته میشن کسانی هستن که سیاه‌پوست هستن یا رنگین پوست هستن، ولی قضیه بی‌عدالتی روی همه تأثیر میذاره، حتی روی بچه سفیدی که میبینه که چقدر به دوست سیاهش داره ظلم میشه و چطور مدل بزرگ شدنشون با هم امکانات تحصیلی، امکانات رفاهی، امکانات پزشکی و غیره متفاوته. اینکه ما نتونیم چیزها رو در بستر تاریخی ببینیم و فقط بگیم که خب شما الان نگاه کنید بیشتر کسایی که در زندان هستن سیاه هستن یا بیشتر جرم ها توسط سیاهان انجام میشه، یک اتفاق این دقیقاً کاریه که یه چیزی رو از بسترش درآوردن و بر اساس یه چیزی که الان وجود داره تحلیل کردن، بدون اینکه نگاه بکنی به اینکه چه شد، چه فقری، چه فسادی، چه تبعیضی باعث شده که مثلا حتی ویروس کرونا بیشترین کشته رو از سیاه‌پوستا و لاتینا داره میگیره تا از سفیدپوستا. آیا ویروس کرونا هم پس الان یه چیزیه که عمدن داره میاد به یه گروه خاصی رو مورد هدف قرار میده، یا ما بشر اومدیم طوری ساختار جامعهمون رو گذاشتیم که یه عده رو همیشه آسیب پذیرتر از بقیه میکنیم؟ بگردیم به اینکه جامعه آمریکا چجوری نشون داده. من توی سان فرانسیسکو زندگی میکنم، خیلی برام جالبه که هر کدوم این تظاهرات رفتم تعداد قابل مشاهده، تعداد چشمگیری سفیدپوست میبینم توی این تظاهرات، و این خیلی حرفه، این یک لولی از آگاهی رو نشون میده که خیلی فرق میکنه با کسایی که سعی میکنن بگن اعتراضات صرفاً یک بازی سیاسیه، یعنی که نه اینا سیاها خودشون هستن که خودشونو میکشن، تقصیر خودشون. یه گروه هم البته هستن، گروه وسیعی که این وسط سکوت رو گرفتن، که به نظر من خود همون سکوت کردنم توی همچین جایی کار خیلی اخلاقی نیست. و خب ولی از همه جالبتر اون عده هستن که دارن میفهمن ستمی که به سیاه میشه با اینکه من سیاه نیستم روی سلامت من و نسل بعد من و فرزندان من داره تاثیر میذاره، پس بخوام بیام به خاطر نفس عدالت، نفس انسانیت، بیام با اینکه بیام طرف جنبش سیاه رو بگیرم. کما اینکه الان طوری شده که اگه شما بگید جنبش شده هست all black lives matter دیگه، که جنبش سیاه مطرحه، که اگه تو بگی جان همه مطرحه، الان یه چیزیه که چیز نژادپرستی داره میشه، نه به خاطر اینکه جان بقیه مطرح نیست، قطعا جان همه انسان هم مطرحه، ولی اینکه تو زمانی که داره یه جنبشی صورت میگیره بخوای توجه رو ازش بگیری و نتونی یار و پشتیبان و حامیش باشی. میخوام برمیگردم دقیقاً به این سه تا گروه که وقتی همچین اتفاقی میفته شما میتونی برگردی حقیرترین کار رو بکنی که اون سرزنش قربانیه، یا میتونی نه ساکت بشینی یه گوشه بگی به من ربطی نداره این جنبش سیاه، من که سیاه نیستم و اصلا تاریخ سیاه‌سفید به من چه ربطی داره، و یا اینکه نه برگردی بگی که من به عنوان انسان از این نابرابری ها به شدت ناراحتم و به اندازه خودم در توان خودم میرم بهش اضافه میکنم. و چه قشنگه وقتی که شما مارکای رو میبینیم که داره میگه Filipinos for Black Lives Matter، Iranians for Black Lives Matter، Armenians for Black Lives Matter. این یه سطحی از آگاهی رو توی جامعه نشون میده که به نظر من امیدوار کننده است، اما هنوز منتظرم ببینم در واقع چقدر قوانین به طور عملی تغییر میکنه و چقدر تبعیض‌ها کمتر میشه. میدونید؟ بله متشکرم خانم خانیم. میخواستم نظر شما رو هم در رابطه با همین مسئله تبعیض نه فقط نژادی، تبعیض فرهنگی، تبعیض اقتصادی و به هر حال تبعیضهایی که شاید به شکل اوریان در شکل رنگ و نژاد پوست نیستن، در اروپا به چه شکل هستش این و تا چقدر اینها تونستن خودشون رو با همین جنبش جان سیاهان مطرح هست و هماهنگ بکنن و اعتراضات در این زمینه شروع بشه. اول اینکه خب یه سری بحثا رو هم کردن، من به اونا سعی میکنم کمتر اشاره بکنم که حرفا تکراری نشه، ولی به نظر منم لازمه گفته بشه که اگر ما
حالا به همه آمار و اعداد، اگه نمیخوایم الان بریم سراغ آمار و اعداد و آمار در برابر آمار قرار بدیم، یعنی دعوای این که کدوم رسانه داره چه آماری رو میده و بر اساس چه انگیزه سیاسی این رو داره انجام میده، اما بر اساس واقعیت تاریخی حداقل میتونیم به مسائل نگاه بکنیم، همونجوری که خانم هما هم گفتن. و واقعیت تاریخی اینه که مبارزه با نجات پرستی یک عمر و این نجات پرستی یک چیز بسیار بسیار ساختارمنده. ساختارمندی معنیش همیشه فقط کلمه قانونی، یعنی مثلا به عنوان مثال من اگه فردا قوانین ضد جمهوری اسلامی بره کنار و ما قوانین ضد زن جمهوری اسلامی رو در واقع برگردونیم و به زنان حقوق اولیه‌شون رو بدیم، به هیچ عنوان نمیتونیم از فردای جمهوری اسلامی از 10 سال بعد اون بگیم که در واقع زن ستیزی ساختاری موجود در جامعه به این سرعت از بین میره. وقتی که به این شکل به صورت تاریخی، به صورت گفتمانی، به صورت ایدئولوژیکی در واقع این ساختارمند میشه، یعنی چی؟ یعنی نهادها، فرهنگ، سازوکار اجتماعی خودش رو میسازه. و از همه مهمتر برمیگردم به سوالتون، مسئله تقسیم منابع اصلا شوخی نیست این مسئله. یعنی شما وقتی به صورت موروثی، به صورت اجتماعی آدم ها عادت دارن که سیاهان رو فقیرتر ببینن. اولا من یه چیزی همجا بگم، من از ارجاع به پوست استفاده نمی کنم چون این هم به هر حال سرش بحث هست که کدوم واژه درست تر هستن، ولی من از واژه سیاه پوست، سفید پوست، رنگین پوست استفاده میکنم چون نمیخوام ارجاع فیزیکی بدم. ولی برگردم به بحث، به هر حال ما میتونیم خیلی از این بحثایی که الان هم داره مطرح میشه دائم تکرار بکنیم. سیاه ها دارن خودشون رو میکشن، بله همیشه زن ستیزا هم این گفتمان زنان علیه زنان رو میارن استفاده میکنن. ببینید گروه های اجتماعی که به حاشیه کشیده میشن به صورت تاریخی، یک ایدئولوژی ضد اینا تبلیغ میشه و این ایدئولوژی داخل همون گروه های اجتماعی هم فانکشن داره. به این شکل بسیار بسیار عادیه که شما در ایران پلیس زن داری که خودش میاد زنان رو و حجاب زنان رو تذکر میده و تون پدیده دستگیری زنان همکاری میکنه و حتی خشونت فیزیکی اعمال میکنه. به همون میزان در یک ساختاری که توش نژاد پرستی یه تاریخ داره، یه ایدئولوژیک داره و این مقابله باهاش هم یه چیز بسیار بسیار جدیدی هست، بسیار ساده است که آدم ها پلیس سیاه رو توی اون منطقه مبارزه سیاهان قرار نمیرن چون اونجا رفته وارد ساختار شده و در واقع خودش رو، مخصوصا جایی که مثلا مبارزه بلک لایفز ماتر، جان سیاهان با ارزش است در برابر سیستم، پلیس سیاه اونجا میاد وایس اصلا میتونه خودش یه خشمی در واقع تولید بکنه. مسئله غارت هم من زیاد بهش نمیپردازم چون فکر میکنم که یه مقدار هم من اصلا موافق بعضی از نوع بروز خشم به این شکل افسار گسیختش به طور کلیش نیستم. به نظر من با هدفمند باشه و روشن باشه که اگر یه جایی هم تخریب میشه به چه دلیل تخریب میشه. ولی وارد این بحث اگه نخوام بشم، به نظر من کلمه غارت رو وقتی ما داریم در کانتکستی که کانسرن ها دارن چه غارتایی میکنن، نابرابری های اقتصادی میان آدما رو میبینیم، نگاه میکنیم میبینیم 62 نفر 70 نفر در دنیا، ثروت نیمی از ثروت دنیا در اختیار 70 نفر آدمه، وقت به نظر من یه مقدار این کلمات رو یعنی با دقت استفاده نمی کنیم و اینا به هر مسئله سازه. ولی برگردم به این در واقع در هم تنیدگی موضوعات. ببینید خانم آمای حرفی توی صحبتشون بود که به نظر من خیلی مهمه، من بهش برگردم. ایشون گفتن که اکثر کسانی که به ترامپ رای می دادن زنای تحصیل بالای، زنای در واقع با مثلا یه مقدار از لحاظ آموزشی در سطح بالاتری نبودن. ببینید به طور کلی این ما یه رشد راستگرایی رو در اروپای غربی و در آمریکای شمالی داریم میبینیم که در آمریکای شمالی حالا فیگورش ترامپه و در آلمان در واقع جنبش پیگیدا اول اومد و بعد این حزب الترناتیوی برای آلمان با عنوان نماینده شد، در فرانسه لوپن داریم و حالا لهستان اصلا تقریبا دیگه قدرت تو دستشونه و دارن چه سیاست هایی رو پیش میبرن. ما با در واقع بعد از افول چپ و بعد از
سرکوب‌هایی هم که به هر حال بعد از 60 و 70 چپا باش مواجه شدن و اون شکست در واقع کمونیست قرن بیستمی، ما با یه فضایی مواجه هستیم که تو خود صحبت‌های آقای امیراعتمادی وجود داشت حرفش، که مردم به ساختار ازش ناامیدن و بهش مشکوکن. منظورشون از استبلیشمنت چیه؟ منظورشون اون سیستمیه که تثبیت شده به عنوان ساختار سیاسی دموکرات ها. یه بخشش هستن راستای کانزرواتیو، یه بخشش هستن چپ ها، هم بعضی تو این بازی تا یه حدی بازی داده میشن، ولی در واقع بازیگرای اصلی این بازی دموکرات های لیبرال و کانزرواتیو های راست هستن و اینا استبلیش شدن، قدرت سیاسیشون هم در واقع تثبیت شده و غیره و غیره. حالا از دو طرف چپ و راست داره به این، یعنی چپ در واقع رادیکال و راست در واقع، من براش کلمه افراطی رو استفاده کنم ممکنه چون بر بخوره راست تندرو، اینها در واقع میان و میخوان سهم خودشون رو از این سیستم داشته باشن. و ما داریم وقتی بحث بلک لایفز ماتر، بحث جان سیاهان با ارزش جنبش های در واقع، اینا نمودهای جنبش های چپیه که کمرشون شکسته توی سالهای گذشته و نگاه که میکنی میبینی 3-4 تا مسئله برای اینا مسئله است که راست با این هی جلوی این وای میسه. یکی مسئله عدالت اجتماعی، یکی مسئله ربط عدالت اجتماعی به مسئله زنانه، ربط عدالت اجتماعی به مسئله اقلیت‌های جنسی و جنسیتیه، ربط مسئله اجتماعی به مسئله مهاجرینه و ربط مسئله در واقع عدالت اجتماعی و اقتصاد به مسئله نژادپرستیه. و اینا موضوعات در هم تنیده ای هستن. به خاطر همین شما نگاه میکنید جنبش جان سیاهان با ارزش هست که میان، نیروهای چپ میان وسط، زنان فمینیست میان وسط، گروه LGBT میاد وسط، چند گروه LGBT در حمایت از جنبش سیاهان با ارزش هست در واقع بیانیه نشون و همبستگی خودشون رو، یعنی اینا در واقع اون جنبش های به حاشیه کشیده شده پیشروی از منظر عموما چپ و عدالت خواه هستن که میان در مقابل این استبلیشمنت وای میستن و از اون طرف به هر حال ما نیروهای مثل نیروهای حالا به شکل ایرانیزه شدهش فراشگرد و اینا رو داریم که به شدت با این نوع پیشروی در واقع مخالف. بله متشکرم. من دو تا سوال دارم که برای هر سه شما هستش و بعد جنبندی و لطفا جواباتون کوتاه باشه. یکیش در این هستش که بحث جورج فلوید که یک هنرپیشه فیلم‌های سکسی و پورن بوده و به هر حال خودش تبهکار بوده، پرونده‌اش رو کشیدن بیرون که این یک پرونده جنایتکارانه و تبهکارانه داشته و اصلا چرا باید رفت پشتش. و در مقابل اون، نه در مقابل، شاید در کنار اون، موضوع دیگه ای مطرح شد که جمهوری اسلامی و مسلمان ها هم از این قضیه استفاده کردن. ما در خیلی از جاها حتی دیدیم که گزارشگرها، خود خامنه ای هم میاد در واقع اعتراض میکنه که شما زبانتون هم دراز هستش در مقابل کشتن مردم و غیره. این سوال برای هر سه شما هستش که اصولا آیا این تا چه حد درست هستش؟ آیا این یک زمینه ایست برای در واقع بهره برداری های آقای اعتمادی؟ بحثشون از اینجا بود که دموکرات ها دارن از قضیه استفاده میکنن. آیا یک بهره برداری های سیاسی دیگه هم داره قضیه صورت میگیره، یا اینکه اینها بحث های حاشیه ایست که اصل قضیه یعنی اون مسئله نجات پرستی رو حل بکنی؟ سال اول من، سال بعدی رو دوباره دور بعدی میپرسم. آقای اعتمادی بفرمایید. من یک نکته رو فقط بگم، چون به حال وقت من یه جورایی 1-2 هستش. من حتما نه خواهشم نه، حالا اونش مهم نیست، به حال داره بحث پیش میره، من نمیخوام به هر چی که گفته میشه جواب بدم از این لحاظ گفتم. فقط یک نکته رو بگم، مقایسه که شد بین مسئله زن ستیزی در جمهوری اسلامی با مسئله سیاهان به نظر امریکا و یا در غرب به نظر مقایسه غلطیه. شما اگر یک زنی رو جمهوری اسلامی مأمور میکنه، استخدام میکنه که بره زنها رو سرکوب بکنه، به او دستورم میده که برو زنها رو سرکوب کن، فلان زن رو به خاطر بی‌حجابی مثلا سرکوب کن. در آمریکا که اتفاق نمیفته که مثلا به پلیس سیاه بگن تو باید بری سیاها رو دستگیر بکنی، هر سیاهی که برای ما میاری نمیدونم اینقدر جایزه میگیری یا مثلا پروموشن میگیری یا
حقوقت بیشتر میشه، درآمد بیشتر میشه. این کیس، پس این مقایسه به نظر من اشتباهه. وقتی که مقایسه میکنیم دو تا چیز رو، باید هوا خیلی دقت بکنیم، مخصوصا که ما الان داریم همه این بحثه که میشه برای مخاطب ایرانیه و اساسا برداشتی که مخاطب ایرانی از کلمه تبعیض داره، زمین تا آسمون با اون تبعیضی که ما مثلا در جامعه غربی در موردش صحبت میکنیم فرق میکنه. و شاید مرتبط به سوال شما هم باشه اینی که گفتم. ببینید، من گفتم که این بهره برداری سیاسی رو حزب دموکرات میکنه برای اینکه به هر سال انتخاباته، اما فقط مسئله حزب دموکرات نیست. ببینید، این اشاره‌ای که میشه به چپ ها و نقش چپ ها در اعتراضات آمریکا، این مسئله چپ جهانی، چپ آمریکا که نیست که. این چپ جهانی از هر فرصتی استفاده میکنه برای ضربه زدن به آمریکا به عنوان بزرگترین و مهمترین سنگر در واقع لیبرالیسم در دنیا. و چپ جهانی متحد اسلامگراها هم است. یعنی شما اینا چیزاییه که کاملا میشه ثابت کرد. یک نمونه خیلی ساده، خانم اوپال تومتی، یکی از بنیانگذاران جنبش همین بلک لایوز ماتر، جان سیاهان ارزش دارد. شما ببینید که این خانم، تصاویرش هم هست، با یه گوگل کردن راحت می‌دید. ببینید که این خانم در دسامبر 2015 کجا بوده. خانم مهمان آقای نیکولاس مادورو، دیکتاتور جنایتکار و سوسیالیست ونزوئلا بود. و شبیه اینو شما می‌بینید. این جنبش‌های چپ که حالا بخشیش بلک لایوز مادره، اینا اساساً این تا حد زیادی به خاطر اون آمریکا ستیزی، نفرت از آمریکا، نفرت از لیبرالیسم، حتی در اون چیزی که میگن هم صادق نیستن. یعنی با یک درویی برای یاکاری ما اینجا طرف هستیم. اینا همون کسایی هستن که اگر زنان در ایران یا حتی در عربستان یا در سوریه کشته بشن یا جونشون رو از دست بدن، سرکوب بشن، زندانی بشن، صداشون در نمیاد. اگر خامنه‌ای به ترامپ یا به آمریکا یه چیزی بگه، خیلی خوششون هم میاد. میزان نفرتی که اینا از ترامپ دارن از خامنه‌ای ندارن. بشار اسد و حتی تا حد زیادی میپسند. شما میبینید که این راست افراطی که این مدام گفته میشه، راست افراطی و چپ افراطی در امریکا، هر دو طرفدار بشار اسد هستن. راست افراطی البته اون تعریفی که ایشون میکنه مصداقش غلطه، ولی ما در آمریکا گروه‌های راست افراطی داریم که طرفدار بشار اسد هستن و گروه های چپ افراطی داریم که طرفدار بشار اسد و هر کسی هستن که در اون منطقه صدای علیه آمریکا داشته باشه. اینطوری میشه که در ایران 1500 نفر کشته میشن و شما یک اعتراض کوچیکی در هیچ جای آمریکا و اروپا نمیبینید، غیر از حالا ایرانیایی که خودشون مهاجر هستن یا مثلا در بهترین حالت حالا چند تا سوری و لبنانی و عراقی که به هر حال اونا هم تحت ظلم و ستم جمهوری اسلامی هستن، ممکنه به ما اضافه بشن در تجمعاتی که سر آبان گذاشتیم، به سر مثلا ساقط کردن هواپیما گذاشتیم در همین کشورهای اروپایی و آمریکایی، اینها به ما پیوستن. ولی شما ندیدید که مثلا یک گروه نمیدونم پروگرسیو آمریکایی یا نمیدونم اروپایی بیاد علیه این کشتار به ما بپیوند. اگه بوده من ندیدم، حداقل اینجا حالش شاید خیلی محدود. از این لحاظ چپ جهانی و اسلامگراها که به هر حال جمهوری اسلامی نمایندگیشون میکنه، اینها متحد هم هستن و اونها هم در این اعتراضات آمریکا رد پاشون، چپ ها که خیلی بیشتر، جمهوری اسلامی کمتر دیده میشه. جمهوری اسلامی خب البته از طریق چپ ها، و فراموش نکنیم جمهوری اسلامی هم در واقع خیلی الان تمام سرمایه‌اش رو گذاشته، تمام تمرکزش رو گذاشته که در انتخابات آمریکا ترامپ ببازه و جو بایدن بیاد، تا حالا احتمالاً فشارها از روش برداشته بشه یا خیلی کمتر از این چیزی که هست بشه. متشکرم خانم هما. من فقط میخوام سریع به دو تا سوالی که شما مطرح کردین جواب بدم. یکی این که این سوال که آیا واقعا جورج فلوید ارزش این رو داره که این همه سرش اعتراض بشه، میخوام بگم تقلیل دادن اتفاقاتی که داره میفته، اعتراضاتی که هر روز داره اتفاق میفته و الان فکر کنم تو روز 16 هستیم، تقلیل دادنش به یک شخص خیلی کار اشتباهیه. اولا که جورج فلوید حتی اگه بازیگر فیلم پورن هم بوده باشه، حتی اگر که سابقه جنایی هم داشته باشه، حق اینو داره به عنوان یه انسان که دادگاهی
بشه، به پروندهش رسیدگی بشه، دادنی وکیل داشته باشه و غیره و غیره. به خاطر همین از حقوق انسانیش به هیچ وجه کم نمیکنه، حتی اگه ما با شغلش موافقت نداشته باشیم. اصلا رفته یعنی تقلیلش نباید داد به جورج فلوید، درسته کما اینکه بعد جورج فلوید بریانا تیلر اومد دیگه، زنی که پلیسا ریختن تو خونش و کشتنش. قضیه شخص نیست، اینکه معترضان اسم رو صدا میزنن به خاطر اینکه ما اسم اشخاص رو هم فراموش نکنیم و چهره انسانیش بذاریم، ولی در این حال جنبش خیلی بزرگتر از اینه، برمیگرده به تاریخ طولانی که داشته و اینکه یه چیزهایی تو ظواهر تغییر کرده اما تو ذهن بشر تغییر نکرده. قضیه نژادپرستی برمیگرده به این که ما توی میلیون ها سال، یعنی بشر رو از عصر حجر که نگاه بکنید تا الان، ما از زمانی که تفاوت رو دیدیم، تفاوت برامون نشانه خطر بوده. مثلا توی گروه های خودمون قبل اول خودمون یک کسی بوده که متفاوت از ما به نظر میرسه، احتمالا جون ما رو در خطر میداخته. به خاطر همین غیر از حتی فراتر از تاریخ آمریکا، به تاریخ بشر ما از تفاوت ترسیدیم، به خطرمون انداخته. ولی برمیگردیم به این که الان دو دسته هستیم، کسایی که واقعا نمیدونیم چرا باید کار بکنیم با این دیفالتی که تو ذهنمون هست و عوضش بکنیم، و چون میترسیم از صحبت کردن، چون خیلی چیزا پولیتیکلی کرکت نیست، به ما میگن مثلا نگید نژادپرست هستیم، ولی هیچکی نمیاد توضیح بده که از کجا اومده، چرا غلطه، نتیجهش چی شده، همون چیزی که گفتم تو آلمان اتفاق شد، چطوری الان به سمت اونجا نریم و غیره و غیره. و گروه دوم کسایی هستن که خوبم میدونن چقدر نژادپرست غلطه، اما منافعشون رو در گروه این میبینن که این چیزها رو انکار بکنن و قضیه همینجوری ادامه پیدا بکنه. سوال دومتون این بود که این که مثلا یه کسی حتی مثل جمهوری کثافت اسلامی که خودش همینطور داره چپ و راست آدم میکشه، میاد از جنبش سیاهان طرفداری میکنه، تکلیفش چیه؟ جواب اینه که حقانیت یک جنبش درست رو که به سمت عدالت و جنبش عدالت اجتماعی میره، اینکه کدوم گروه حزبی، کدوم چیزی به خاطر منافع سیاسی یا اقتصادی به هر منافع دیگه میان ازش طرفداری میکنه، از حقانیت اون جنبش به هیچ وجه کم نمیکنه. کما اینکه خود جمهوری اسلامی محمد اصلا خیلی از حرفایی که مثلا نوم چامسکی زده برای انتقاد از آمریکا، و در زمینه که انتقاد کردن ستیز نیست، انتقاد کردن از آمریکا آمریکا ستیزی نیست. خیلی از کسانی که اومدن الان توی اعتراضات اتفاقا عاشق مملکتشون هستن و چون میخوان برن به سمت عدالت و سلامت و برابری، اومدن کارشون رو گذاشتن و علارغم خطر ویروس و کرونا دارن اعتراض میکنن. همین دوتا رو میخواستم جواب بدم. خیلی ممنون از وقتتون. بله متشکرم. خانم خانی. اول دیگه جواب به یه سوء تفاهم میدم، من اصلا مقایسه یک به یک نمی کنم جمهوری اسلامی رو با ایالات متحده، به خاطر اینکه اتفاقا به دلیل حضور نیروهای دموکرات به نظر من و چپ و میراثی که جنبش های اونا گذاشتن بعضا و به هر حال تاریخ متفاوتی که داشتن، یه سری آزادی ها، یه سری در واقع چیزایی که مردم تو ایران ازش محروم هستن، خب اونجا وجود داره. و خود منم ابتدای صحبتم گفتم که یکی از دلایلی که گروز پیدا میکنه جنبش ضد نژادپرستی در ایالات متحده یا اروپای مرکزی، همین وجود این رسانه‌های آزاد و در واقع اجازه فعالیت سیاسی تا حد زیاد هست. ولی به چه دلیل این مثال را آوردم؟ به خاطر اینکه بر ما روشن بشه که وقتی ما از در واقع فساد پلیس صحبت، ببینید یکی از بحث‌های جنبش جان سیاهان با ارزش است در آمریکا، ایالات متحده آمریکا، و بحث‌های جنبش‌های ضد نژادپرستی در خود اروپا که من توش خودم توش فعالیت داشتم، فساد سیستم در مورد مسئله نژادپرستی، همون مسئله‌ای که بهش اشاره کردم در مورد در واقع اون قتل غیر آلمانی‌ها در آلمان، و اینکه سال‌ها و سال‌ها طول کشید. یه فکت تاریخیه، این یه فکت تاریخی که خود مثلا امنیت اطلاعات آلمان آدم داشته در کسانی که داشتن اون خارجی ها رو میکشتن، و مثلا قرار بوده که اون آدم ها مانع این رشد گروه های راست افراطی بشن که آدم میکشن، ولی در نهایت اونا خودشون انقدر راست بودن و انقدر فساد سیستماتیک بوده که اونا بخشی از پروسه قتل اینها میشن. و هنوز یه بخشی از نیروهای دموکراتیک، یه بخشی از جنبش ضد نژادپرستی در آلمان با این مسئله مطرحه که نقش امنیت اطلاعات آلمان تو این مسئله چقدر بود، چقدرش الان پذیرفته شده، چرا دادگاه ها در آلمان بخشی از شواهد رو در واقع نشون نمیدن، و اینا بحثای واقعیه. ما همیشه اینو میدونیم. برگردیم روی سوالای من هم باشه که وقت محدوده، من باید جواب بدم بخاطر اینکه اون وقت شائبه این که من دارم جمهوری اسلامی رو با چیز مقایسه میکنم. به هر حال میخوام بگم که
بحث فساد در پلیس مطرح اینجا و به این دلیل من میگم که قامت پلیس سیاه لزوماً به سیاهان این احساس رو نمیده که با همبسته خودشون طرف هستن. حالا برگردیم به بحث شما. من در تکمیل صحبت‌های خانم هما میخوام بگم که اصلا مهم نباید باشه حقیقتش که کسی بازیگر پورن هست که نیست. یعنی اتفاقا این به نظر من پویایی این جنبش رو نشون میده که این تابوی جنسی رو نداره، این مشکل رو نداره، یعنی این مشکل رو برطرف کرده. اگه ما در کشور خودمون الان مشکل داریم با این که وقتی کارگران جنسی به قتل میرسن، در واقع باید جنبش اتفاق بیافته توی شما. نباید اجازه باید داشته باشی که آدم ها جمهوری اسلام می یک از چیزایی که با به وجود اومدن خودش همراه خودش داشت سوزاندن تنفروشان و کارگری جنسی بود. ما این طرف رو نباید فراموش کنیم و اتفاقا به نظر من این یکی از پویایی‌های این جنبشه و من یکی به شخص بهش افتخار میکنم. ولی در امتداد صحبت خانم ما مسئله اصلا فرد نیست. ممکن بود این آدم لوله‌کش باشه، ممکن بود این آدم پزشک باشه و همین فضا. من فکر کنم اون چیزی که باعث شد در واقع قتل جورج فلوید دوباره، اینم دوباره، یعنی دفعه اول نیست، فرگوسن رو هم ما سالها پیش داشتیم، دوباره این اتفاق رو در واقع دوباره این خشم رو برون ریزی شما نشون بده، فیلمی بود که پخش شد و این چند دقیقه‌ای که ما جان دادن رو میدیدیم، اون کلمات رو که نمیتوانم نفس بکشم تبدیل به شعار شد، اونا رو میشیدی و این همزاد پنداری و این واقعا میخوره تو صورتت دیگه، واقعا نمیتونی. این یعنی باعث میشه که خشم یه شکل دیگه ای تحریک بشه و شاید هم به حال اون چیزی که آقای اعتمادی میگه، من نمیخوام با همه جاش مخالفت کنم، به هر حال بازی سیاسی همیشه یه خلأی رو تولید میکنن، شکاف های سیاسی میان سیستم همیشه یه خلأی تولید میکنن که بعد جنبش های اجتماعی بعضی وقت میان از این خلأ برای بروز خودشون استفاده میکنن. حالا ما صورت بندی هامون از مسئله با هم دیگه متفاوته، ولی من هم این رو اعتقاد دارم که ممکنه به هر حال دعوای دموکرات ها با یه چیز داشته باشه. ولی یه کوتاه هم به این مسئله جمهوری اسلامی من میخوام اشاره کنم. ببین جمهوری اسلامی یکی از ایدئولوژی‌های خودش آمریکا ستیزی، به این ترتیب خودش اینجوری اصلا تعریف کرده، به این ترتیب میخواد همیشه خودش رو در واقع به جنبش‌های پیشروی که مخالف بی‌عدالتی در غرب هستن بچسبونه و به این شکل از خودش لژیتیمیسی بگیره، برای خودش چی میگن یه جوری کردیت بگیره، یه جوری خودش اعتبار بگیره. اعتبار بگیره. این هم درسته باز که بخشی از شبه جهانی نسبت به وضعیت مردم در نه فقط در ایران، در کشورهای جنوب در واقع ناتوان از دیدنه و به این ترتیب در دام ارتجاع میفته، اما واقعا این رو بس دادن به همه چپ، یه یکسانسازی که اون ننگ ضد چپ رو در واقع خیلی تقویت میکنه. متشکرم. من سوال بعدی رو وقت کوتاهه، ولی این بس به نظرم لازمه که به مسئله ایران هم نگاهی افکنده بشه و ما ببینیم در ایران آیا نژادپرستی سیستماتیک هستش یا نه، و ما وقتی سیستماتیک میگیم منظور فقط در جمهوری اسلامی نیست، آیا قبل و بعدش. ما اخیراً هم شاهد متاسفانه کشتار و شکنجه افغانستانی هایی بودیم که در مرز اومدن و یکی از چیزهایی که شاید گفته میشه و من این رو توضیح بدم که این اصلا به معنای اینکه نظر ما هست نیست، من فقط توضیح میدم که بحث رو بتونیم باز بکنیم، که اگر نسبت جرایم نگاه کنید افغانستانی ها بیشتر این جرایم رو در ایران انجام دادن و ما اصلا یک موج وسیع ضد افغانستانی داشتیم در ایران. آیا یک نژادپرستی سیستماتیک در مقابل از نژاد آریایی در مقابل دیگر نژادها هم در ایران و یا نژاد آریایی و یا در جامعه اسلامی، حالا چه از لحاظ نژادی چه از لحاظ مذهبی، در ایران ما سیستماتیک داریم؟ اعتمادی ببین وقتی میگین سیستماتیک من متوجه نمیشم. در قانون جمهوری اسلامی اگر منظورتون هست نظر قوانین باشه و در نظر ساختارهای قانونی، ساختارهایی که در جامعه هست، طبعا جمهوری اسلامی اساسا نه فقط نسبت به هر نژاد و نژاد دیگه یا ملیت دیگه، منظور ملیت ها افغانستانی که شما میگید هستش یا اقوام ایرانی، که اساسا بر اساس هر گروهی که غیر خودی باشه، حالا میتونه طرف شیعه باشه ولی شیعه معتقد ولایت فقیه نباشه، اهل سنت باشه،
دراویشی که به حال میدونیم به حال اونا هم به نوع شیعه هستن. هر گروهی به نظر بهایی ها خب اساساً از حقوقی برخوردار نیستن در ایران. نسبت به همه اینا به هر حال ما تبعیض رو داریم. برای همین وقتی که از جمهوری اسلامی میگیم که دیکتاتوری وقتی به جمهوری صفت دیکتاتوری میدیم این خوب توصیف نمیکنه. من همیشه به طور وقتی از جمهوری اسلامی حرف میزنم میگم که جمهوری اسلامی هم دیکتاتوریه، هم تمامیت خواست و هم آپارتایده، که آپارتاید نسبت به تمام این گروهایی که گفتم و احتمال داره چند تا رو هم جا انداخته باشن. اما در جامعه ایران هم ما این رو داریم، من نمیخوام این رو منکر بشم، ما در جامعه ایران دیگر ستیزی داریم نسبت به افغانها، و با وجود اینکه افغانها هم نژاد ما هستند و مثل بخش زیادی از مردم ایران فارس زبان هستند و این برای این دیگر ستیزی هستش. نسبت به اعراب من فکر کنم که بله ما نجات پرستی داریم در ایران و این به نظر من خیلی زننده هم هستش که متاسفانه از ضدیت با جمهوری اسلامی بعضی افتادن به ضدیت با اعراب. اما چیزی که من میخوام بگم و فکر میکنم اتفاقا از تجربه همین کشورهای مثل آمریکا و کشورهای اروپایی بعد ما درس بگیریم اینه که ما تغییر قوانین رو کمرنگ جلوه ندیم. وقتی که قوانین تغییر میکنه در هر حوزه، چه در حوزه حقوق زنان، چه در حوزه حقوق شهروندی به طور عامش، چه در ضد تبعیضات نژادی، خشونت خانگی، همه چیزایی که ما امروز در جامعه ایران میبینیم، وقتی که قوانین به سمت بهتر شدن میره یا قوانین ضد تبعیض میشه، خیلی از این مسائل به خودی خودش نمیخوام بگم که همش ولی خیلیش حل میشه. شما با قوانین خوب میتونید در واقع تا حد زیادی در یک دوره زمانی کوتاه، مثلا دارم میگم خشونت خانگی رو کم بکنید. اگر قوانین در اون جامعه حاکم بشه که خشونت خارجی رو در واقع جرم پنداری بکنه و این رو باش به شدت برخورد بکنه، شما با قوانین خوب میتونید کودک همسری رو در جا متوقف بکنید، حتی تا حد، یعنی در حد عموم میتونید کودک همسری متوقف بکنید مگر اینکه کسی بخواد مخفیانه این کار رو انجام بده. شما با قوانین خوب خیلی از مسائل مربوط به نژاد پرستی در جامعه ایران رو که امروز مثلا باعث شده افغانهایی که بعضیشون سالها در ایران دارن زندگی میکنن کمترین حق شهروندی رو نداشته باشن حل بکنید. اگر مردمی در یه گوشه ایران نسبت به افغانها، نسبت به، البته من واقعا نسبت به اعراب این نژاد پرستی رو به شکل اعمال شده نمیبینم، در مورد افغان ها این اعمال میشه در جامعه از طرف مردم. میبینید مثلا در یک محلی میگم ورود افغان ها ممنوع، ولی نمیبینید مثلا اینجا میگم ورود اعراب ممنوع یا ورود نمیدونم کرد ها ممنوع یا ورود ترک ها ممنوع، چنین چیزی نمیبینید. اون بخش های از جامعه ایران که در واقع بخشی از ملت بزرگ ایران هستن سال هاست دارن با هم زندگی میکنن. در خوزستان شما هم عرب دارید، بختیاری دارید، فارس دارید و همه اینا سال هاست دارن با هم زندگی میکنن. تبعیض علیه هر کدوم از اینها از سوی جمهوری اسلامی داره اعمال میشه، نه خود این مردم در گرام. ولی در مورد افغان ها با شما موافقم که این مسئله در جامعه ایران وجود داره و معتقدم باز قوانین خوب میتونه اینو حل بکنه. بله متشکرم خانم هما. بله 100% قوانین جمهوری اسلامی بر هر کسی که مرد نباشه، شیعه نباشه، شیعه اصلا اشعری نباشه، کلا از خیلی از امتیازات به طور رسمی و قانونی برخوردار نیست و تبعیض ها خیلی واضحه و توی قانون اساسی هم هست. ولی برگردیم به این که تا چه حد مردم ایران این تفاوت ها رو درونی کردن. ببینید ما دو جور تبعیض داریم، یکی این که یکی میاد به تو میگه که مثلا تو به صرف این که به هر دلیلی مثلا یه زن مطلقه هستی یا اینکه نه ترک هستی یا کرد هستی یا بهایی هستی من به تو خونه نمیدم. خب این تبعیض خیلی راحت میشه باش مبارزه کرد. اگه قوانین عوض بشه من میتونم برام شکایت کنم بگم این دلیل. ولی یک تبعیضی هست که اتفاقا خیلی سالها هست، یعنی خیلی نامحسوسه و شما نمیتونی مستقیم انگشت روش بذاری. اونم اینه که شما میری دائم دنبال خونه میگردی، دنبال کار میگردی، دنبال فرصت‌های مختلف میگردی و بهت داده نمیشه و هیچ کس هم تو روت نمیگه که این به خاطر نژادته یا به خاطر دینسته یا به خاطر گرایش جنسیته و به هر دلیلی. و اینجور اینا اتفاقا مبارزه کردن باش سخت داره. برای همین توی جمهوری اسلامی این قوانین هست و میشه روش دست گذاشت و رو به اصلاحش پرداخت. ولی وقتی به قضیه مردم میرسه
مردم ما متاسفانه خود برتربینی های قومی رو خیلی درونی کردن، یعنی اینکه کسایی که توی شهرهای ثروتمند هستن و امکانات در اختیارشونه، عوض اینکه ناراحت باشن چرا شهرهای حاشیه‌ای در ایران این امکانات رو ندارن و چرا داره بهشون تبعیض میشه، اتفاقا خوشحالم، فکر میکنم برحقن که من چون توی شهر ثروتمند بزرگ شدم و تو شهرم همه امکانات بوده، پس الزاما آدم فرهیخته تر و دانشمندتر و برحق تری هم هستم. هنوز مردم ما به این آگاهی نرسیدن که برای همه اون یک حق حقوقی رو برخوردار باشن و امیدوارم که به اونجا برسیم، به اون سطح از آگاهی ها یه زمانی برسیم و امیدوارم که مردم منتظر تغییر جمهوری اسلامی نباشه، چون به این سرعت تغییر پیدا نمیکنه و اگر هم تغییر پیدا کنه قوانین بازم خیلی کنارش از دور و برش میشه لوپول پیدا کرد و همینطوری این فرهنگ های تبعیض آمیز رو بهش دامنه داد برای دهه حتی برای نسل ها. ولی اینکه اگه مردم از همین الان شروع کنن توی هر محله ای توی هر گروهی با هم جمع بشن و بگن که خب از این اتفاقی که توی دنیا یا توی ایران افتاد چه درسی بگیریم، مثلا فرض کن رومینا به قتل رسید توسط پدرش، حالا گروه ها بیان دور هم جمع شن و بگن خیلی خب ما توی محلمون هر بار که میبینیم جان دختری در خطره چطور میتونیم ازش حمایت کنیم، کما اینکه قانون ازش حمایت نمیکنه و قانون به قتل رو به پدرش میده، خود ما به عنوان گروه های مردمی چیکار میتونیم بکنیم. این خیلی مهمه که مردم ما شروع بکنن به این حرکت ها که زمانی که قانون ها هم عوض شد که بالاخره میشه، مردم آمادگی ذهنی رو برای پذیرفتن زن به عنوان انسان، پذیرفتن ترک و عرب و بلوچ به عنوان انسان به حقوق برابر، پذیرفتن بهایی و مسیحی و یهودی ایرانی به عنوان برابر رو داشته باشد، تو خودشون این ظرفیت رو خلق کرده باشد. متشکرم شما خانم خانی. سوالتون این بود که این نژاد پرستی سیستماتیک داخل ایران داریم. بله بله. سوال هستی تو، من فکر میکنم که ما نژاد پرستی سیستماتیک در ایران داریم، مدل در واقع ایرانیش، یعنی ما شاید نمیتونیم این رو با اون چیزی که به صورت کلاسیک در غرب میشناسیم یکی بکنیم. یکی از دلایلی که آدم ها پیچیدگی برشون به وجود میاد چون میان اینو با مدل در واقع غربیش مقایسه میکنن، ما مجبور نیستیم برای ارجاع به یه چیزی همیشه به متون غربی هم اشاره بکنیم و بخوام ببینیم آیا دقیقا همون شکلیه که توی غرب هست یا نیست. به هر حال آدم ها بر اساس زبانشون، بر اساس جایی که ازش میان، بر اساس تفاوت‌های فرهنگی زبانی، اینکه خودشون چی اصلا هویت‌یابی میکنن، این خیلی مهمه. مثلا کردها به خاطر اون مبارزه در واقع ضد اون ساختاره یا ضد اون تاریخی که مخالفت میکنه با در واقع استقلال کردها و کردستان، یه نوع مبارزه دارن و یک جور خودشون هویت یابی میکنن و سیستم ها برای سیستم های اون منطقه از جمله جمهوری اسلامی برای جلوگیری این مبارزه حتما از انگاره های نژاد پرستانه استفاده میکنن، کما اینکه ما سال هاست این رو میشنویم که این استیگما، این ننگ رو در مورد کردها میشنویم که این سر میبرن. حالا هیچ کی ممکنه که چنین چیزی رو تا حالت یک سر بریده توسط کردها ندیده باشه، اما این ننگ اجتماعی پخش شده در بین جامعه. همینطور در مورد افغانستان، اصولا نسبت جرم و مجرم دادن به کسانی که به عنوان مهاجر وارد کشور شدن، به کشور آورده شدن، حتی بعضا برای اینکه ایران رو بعد از جنگ ایران و عراق بسازن و بعد تمام پلیدی ها، تمام زشتی ها به اینها نسبت داده میشه. درسته اینا، من اصلا اعتقاد ندارم که آدم ها از نژاد های مختلف هستن، همه آدم ها در واقع از یه نژاد هم، به نژاد پرستی اون ایده ای که اومد بر اساس رنگ و حالا هر چیز دیگه اینا رو همدیگه جدا کرد. به این ترتیب بله، ما اصلا فکر نمی کنم که حتی ما از یه آفریقایی هم نژاد ما با یه آفریقایی هم متفاوته، اما اینی که انسان هایی که حتی به قول آقای امین اعتمادی یک زبان ما تقریبا باشون صحبت میکنیم یا حداقل شبیه هم خانواده از زبانهای ما، اینها دیگری سازی میشن تو این پروسه و ما نوع نژادپرستی خاص خودمون رو داریم. حالا یک نژادپرستی تاریخی هم که نسبت به عرب ها وجود داشته و این توی اون نیروهای ضد جمهوری اسلامی که در واقع خودشون رو آریایی تعریف میکنن و غیره و غیره، اون شکلی بروز پیدا میکنه. در آخر میخوام این رو به چه شکلی صورت بندی و جمع بندی بکنم. میخوام بگم که بله، من هم موافقم که اتفاقا تغییر قوانین بسیار بسیار مهم هستن، اما نیروها و جنبش‌های اجتماعی باید یه سری مسائل رو به عنوان مسئله اول بپذیرن که بعد در تغییر قوانین، یعنی ما پس فردا مثلا حالا به فرض ما به اونجای رسیدیم که جمهوری اسلامی در مرحله
در واقع سقوط قرار گرفت و یه نیروی سیاسی خاص جای جمهوری اسلامی رو بگیره. اون نیروی سیاسی اگر نپذیره که مسئله‌ای به اسم مسئله افغان وجود داره، مسئله‌ای به عنوان مسئله کرد وجود داره، مسئله‌ای به عنوان مسئله در واقع عرب وجود داره، مسئله‌ای به عنوان مسئله کارگر و مسئله عدالت اجتماعی وجود داره، مسئله‌ای به عنوان مسئله زن وجود داره، مسئله‌ای به عنوان مسئله اقلیت‌های جنسی وجود داره، طبیعتاً پاسخی هم براش نخواهد داشت و به این ترتیب ما نمیتونیم چون هنوز قوانین عوض نشده نقش خودمون رو توی گفتمان سازی اونا دست کم بگیریم. اینا خیلی مهمن. در نهایت بله، تا زمانی که قوانین عوض نشن ما به هیچ عنوان نمیتونیم حتی افقی داشته باشیم نسبت به اینکه اینا به صورت اجتماعی بخوام تغییر کنن. من قبول دارم. بله متشکرم. البته باید شاید درحال نظر ما این هست که تغییر قوانین بر اساس تصادف نیست، بر اساس یک سری مناسبات و تقارب اجتماعی و بر اساس این هست که کسی که غالب هست و مدون کننده اون قانون هست که هستش و چه قوانین رو داره اجرا میکنه. سوالی من ندارم. اگر نکته ای رو مایل هستید که در این گفتگو مطرح بکنید و غایب هستش، الان فرصت مناسبیه، وگرنه برنامه رو ببندیم. بسیار عالی. جانم ببخشید، من فقط خواستم برای اینکه بفهمیم که چقدر اوضاع خرابه نباید وایسیم تا به مرحله قتل برسه. حالا چه قتل رومینای 13 ساله در ایران یا قتل جورج فلوید یا برایان تیلر یا هر کس دیگه، خیلی مهمه که از جاهای خیلی پایین شروع بکنیم. مثلا همین ادبیاتی که به کار میبریم و جوک هایی که داریم میگیم و چیزایی که به طور ضمنی و تلویحی بهش اشاره میکنیم. متشکرم شما خانم خانی اعتمادی. بس. نه من نکته خاصی ندارم، فقط این که فکر میکنم حتی مسئله فرهنگی هم شما نیاز بدارید که ابزارش رو داشته باشید و باز تغییر فرهنگ جامعه هم با یک حکومت قانون و حکومت خوب خیلی راحت تر اتفاق میفته تا وقتی که یک حکومت سرکاره که با اون ابزار رسانه و پروپاگاندایی که داره دائم داره فرهنگ جامعه رو خرابتر میکنه. متشکرم از شما. مبارزه علیه نجات پرستی از چند نگاه، گفتگوی ما با امیر اعتمادی فعال سیاسی از فرشکرد، مینا خانی نویسنده و تحلیلگر مسائل زنان و آوا هما نویسنده رو داشتید. از هر سه شما برای وقتی که ما دادید سپاسگزارم. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.